دوازدهمین روز بهمن ماه منطبق با 1 فوریه سال 622 پیش از هجرت برابر با 1 میلادی با تصویب قطعنامه ای اعلام شد که اروپا تحت ریاست روم به صورت واحد درآمده و همین مصوبه پایه عقد پیمان تشکیل بازار مشترک اروپا در همان شهر شد که بعداً به صورت اتحادیه اروپا با پول واحد درآمد. سال 492 خورشیدی برابر با 1114 میلادی وفات محمد ابن ابی وردی، شاعر و ادیبی که تا امروز از او به عنوان یکی از اساتید مسلم علم لغتشناسی یاد می شود. سال 1028 خورشیدی برابر با 1650 میلادی در گذشت رنه دکارت، فیلسوف بزرگ فرانسوی. سال 1182 خورشیدی برابر با 1804 میلادی برای نخستین بار نیکولاس اپر فرانسوی شیوه نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی به صورت کنسرو را کشف کرد. سال 1192 خورشیدی برابر با 1814 میلادی وقوع جنگ روتر ما بین فرانسه، پروس، اتریش و سوئد که در محلی به همین نام در نزدیک رود اوب اتفاق افتاد و با شکست ناپلئون بناپارت پایان یافت. سال 1298 خورشیدی برابر با 1920 میلادی آیت الله مرتضی مطهری در شهر فریمان به دنیا آمد و یکی از مؤثرترین چهره‌های مذهبی جمهوری اسلامی بود. سال 1328 خورشیدی برابر با 1950 میلادی کار نصب لوله نفت سراسری ایران که مراکز تولید نفت را به پالایشگاه شهر ری متصل می‌سازد به پایان رسید. سال 1331 خورشیدی برابر با 1953 میلادی دولت دکتر مصدق با هدف پایان دادن به شایعه احتمال تنزل نرخ برابری ریال که مردم را نگران ساخته بود دستور داد بهای سکه را 1 تومان ارزانتر یعنی 74 تومان در بازار عرضه کنند. سال 1336 خورشیدی برابر با 1958 میلادی مصر و سوریه اعلام کردند که به توافق رسیدند تا در هم ادغام شوند و با رهبری جمال عبدالناصر جمهوری متحد عربی را تشکیل دهند. سال 1357 خورشیدی برابر با 1979 میلادی آیت الله سید روح الله خمینی بعد از 15 سال اخراج از خاک ایران به این کشور بازگشت. وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در هواپیمایی که وی را به تهران منتقل کرد و از او پرسیده بود از بازگشت به خاک وطن چه حسی داری؟ بسیار کوتاه پاسخ گفت، پاسخی که برای سالیان متمادی به محلی برای مناقشه حتی ما بین گروه‌های درون حاکمیت مبدل شد. پاسخ 1 کلمه بود: هیچ. سال 1331 خورشیدی برابر با 1953 میلادی صنعت شیلات دریای مازندران ملی اعلام شد.